مامانم میگه وقتی میخوای بری پیش یه آدم ضعیف، فکر کن میخوای بری پیش خودم. سوری هر قدم بدوی دنبالش نمیتونه پیداش. باید تمام عمر و زندگی تو توی خونه بگذرونی. زنده باشی هوری قشنگ من، دختر من، ماشاءالله. یه لحظه وایسین، یه عکس بگیرم. اون دختر دختر منه قیصر، مثل اون زنایی نیست که تو شهر باشون رابطه داری. این دختر برای چی اومده؟ آره به زور آوردمش اینجا، از این به بعدم همینجا زندگی می‌کنم. پوری انقدر فکر نکن، با من بیا. اگه بابا شرط گذاشت چی؟ چی؟ به اونا که جواب منفی میده، ولی اگه من ولت کنم چی؟ خب ولم کن، ولی من ولت نمی کنم. منظورت چیه؟ یعنی منتظرت میشینم. مامانم میگه وقتی میخوای بری پیش یه آدم ضعیف، فکر کن میخوای بری پیش خدا. وقتی هم میخوای بری پیش یه آدم قوی، خدا رو با خودت ببر. با خودم بیارمش دیگه. هوری شالا. بله. کجاست؟ حالا بگیر بشین. صداش کن.
حالا یه لحظه بشین نفست بالا بیاد. نه، باید باش حرف بزنم. چه مسخره بازی در آورده. جلسه ای به این مهمی و ول کردم و دویدم اومدم. تازه داشتیم به یه نتیجه ای میرسیدیم واسه کاری که 6 بار روش وقت گذاشتیم. تو اتاقش نیست. پس کجاست؟ خواهشان اول بگیر بشین ببین من چی میگم. چی میخوای بگی حالا؟ همش میگفتی هیچکی تو خونه محلت نمیذاره، اصلا حرف تو برو نداره، هیچ اختیاری نداری. نمیتونم هر روز برنامه هامو ول کنم برای اون بیام، خودم باید یه حرفاییو بزنم. الان تو اتاقش نیست. کجاست؟ بگو کجاست؟ پیدا شده ولی اینجا نیست. منظورت چیه؟ خدا گفتم که قیصر این سایه دنبالش بود، آخرشم با اون پسر دیدش. وقتی پرواز داشتی زنگ زد گفت شما نمیتونین از دخترتون مراقبت کنین، دیگه من مراقبش هستم. حس میکنم شاید با خودش بردتش خونش. چی کار میکنی؟ حرف زدم باهاش که فایده ای نداره، اون بیادبی میکنه. گفتش هر حرفی هم که هست میام اونجا میزنم. ساکت باش. الو، شماره معاونت بازرسی رو برام بفرست زود. برای چی داری آبروی خودتو میبری؟ اگه پای پلیس بیاد وسط آخه دیگه چی برامون میمونه؟ تو آروم باش شهلا، دارم یه کار دیگه میکنم. چی کار میکنی؟ بگو دیگه چی کار میکنی؟ انتقام این بی آبروی ما از اون جمال میگیرم. یه درسی بهش میدم که یادش بمونه. هوری هر قدم بدوی دنبالش نمیتونه پیداش کنه. آقا هم کلاسی خانم اومده ببینه تو. آقا میگن الان نمیتونن شما رو ببینن، بعدن تشریف بیارید. میخوام هوریو ببینم. ایشون نمیتونن ببیننتون. حالا فقط یه لحظه صداشون کنید. متوجه نیستین؟ دارم میگن الان نمیتونن ببیننتون. باشه، بهشون بگو بیرون منتظرشم، پامو از اینجا بیرون نمیذارم. باشو برو هر کاری داری بیرون بکن. گفتم پاشو هر کاری داری بیرون بکن. نشنیدی چی گفتم؟ پاشو برو بیرون. پاشو برو دیگه. اگه پیش شما میمون مطمئنم هیچ وقت حالیش نمیشد. اینجا که آوردمش عقلش اومده سر جاش. ببینم غیرتت همین بود قیصر؟ فقط زورت به زنا میرسه؟ اگه اون پسره رو برمیداشتی میبردی قبولت میکردم. به حساب اونم میرسم عمو جان، برای من اصلا کاری نداره، ولی راهش اینه که اول خانواده خودم رو جمع کنم. باید این زنا رو جمع و جور کنی، وگرنه میبینی هر روز با یه نفر میچرخن. اون دختر منه قیصر، مثل اون زنایی نیست که تو شهر باشون رابطه داری.
دیگه از این به بعد میل خودته، خودت به عزت و آبرود فکر کن. هیچ کس رویش هم خبر نداره که من از کجا آوردمت و برای چی آوردمت. ببین اصلا به نفعت نیست، باید تمام اون رو زندگی تو این خونه بگذرونی. قبل از اینکه بری داخل یه بار قشنگ فکراتو بکن. آخه کجا رفتی هوری؟ دم در خونتون منتظرتم. سلام. سلام عزیزم. چرا جا خوردی؟ مگه گربه دیدی؟ زن من از گربه ها میترسه. باید از سگا بترسیم. گربه ها که کاری ندارم، مگه گاز میگیرن. اگه گربه ها عصبانی بشن از سگا هم خیلی خطرناکتر میشن. البته درست میگی، نباید گربه ها رو عصبانی کرد، وگرنه سگا هم از پسشون بر نمیان. آره آره، با چشمای خودم دیدم. این بحث سگ و گربه رو ولش کنید، مهمون منتظر نذار، ببرش تو. آره آره، بیا بریم تو. سلام. علیک سلام. بریم داخل. تو. مادر جان. مادر جان یه لحظه ببینید کی اومده. ببینید دیگه کی اومده؟ وای خدای من. بسم الله بسم الله. زنده باشی هوری قشنگ من، دختر من. کی اومدی؟ مادر جان هوری با نوتون اومده اینجا که ماها رو ببینه و بیشتر با همون آشنا بشه. خدا خیرت بده عزیزم. برو برو بریم اون طرف بشینیم. خوب کردی اومدی عزیزم، خوش اومدی. من باش حرف میزنم. چی میخوای بگی شانو؟ رازیش میکنم. حرف تو رو گوش نمیده. حداقل بهش میگم که هوری اینجا نیست. آها،
باشه، برو بهش بگو تا بفهمه که ما چقدر بدبختیم. به جای اینکه دم خونه خودمون وایسه، بره دم خونه قیصر وایسه. شفی درست نیست اینطوری دم در نگهش داری. آره آره، خب برو بهش بگو بیاد جلو شیخم و راست شو برای شایی بیار. اینقدر حل و علواش کن تا پر رو تر بشه و آبروی ما رو بیشتر ببره. اینجور آدم ها فقط یه زبان میفهمن، زبان زور. قیصر زنگ میزنه. الو. سلام زنمو جان. علیک سلام، رسیدی؟ بله همین الان رسیدیم. هوری خوبه؟ خوبه، سر حاله. ناراحت که نیست؟ نه اصلا، خوشحاله، آرومه. باشه گوشیو بده بهش. گفتم که حالش خوبه، بعدشم الان نمیخواد باهاتون حرف بزنه. اعصاب برامون نذاشتی قیصر، نباید این کارو میکردی. آبروتون رو حفظ کردم زنمو، هم آبروی شما هم خانواده خودم. نگران نباشید، همونطوری که بهتون گفتم حالش خوبه. اینجا هیچ کس خبر نداره برای چی آوردمش. فردا برش میگردونی؟ بله میارمش. این کار لازم بود زنم. اگه پیش شما میمون مطمئنم هیچ وقت خالیش نمیشد. اینجا که آوردمش عقلش اومده سر جاش. ببینم غیرتت همین بود قیصر؟ فقط زورت به زنا میرسه؟ اگه اون پسره رو برمیداشتی میبردی قبولت میکردم. به حساب اونم میرسم عمو جان، برای من اصلا کاری نداره. اول خانواده خودم رو جمع کنم. باید این زنها رو جمع و جور کنی، وگرنه میبینی هر روز با یه نفر میچرخن. اون دختر دختر منه قیصر، مثل اون زنهایی نیست که تو شهر باشون رابطه داری. عمو جان میدونم که شما الان عصبانی هستی، خیلی هم عصبانی، شایدم حق داری، دخترتونه. ولی اگه بشینید فکر کنید شاید عصبانیتتونم فروکش کنه. اگه همون موقع که از موتور پسره پیادش کردم، همونی که محکم کمرشو چسبیده بود، می آوردمش پیش شما. میخواستین چی کار کنین؟ که دوباره توی اون وضعیت نبینینش. دعواش میکردین؟ داد و هوا را مینداختین؟ نهایتش چی کار میکردین؟ میخواستین یه سیلی بهش بزنین؟ فرداش دوباره میرفته و پشت موتور همون آشغال سوار میشد. شما نمیتونی جلوشو بگیری عمو جان. ولی من؟ من اگه دوباره میدیدمش بلایی به سرش میآوردم که دیگه این دور و برا پیداش نشه. حالا خیلی دور بر ندار قیصر، چون دیگه دوباره با اون پسره نمیبینیش. نه برای اینکه بردی خونت و زندانیش کردی، برای اینکه دیگه هیچ وقت هیچ نشونی از اون پسره نخواهی دید. چی؟ فقط برای یه شب؟ یعنی چی آخه؟ نه نه، نمیذارم بری. باید یه هفته پیش من بمونی عزیزم. آخه مادر جون باید برگردم، دانشگاه دارم، امتحانم شروع شدن. دادش قیصر گفت یه شب داره میاد، گفتم منم باهاشون بیام. این چه کاری پسرت کرده؟ حداقل خبر میداد که این داره میاد. مادر جان این خودش نذاشته. چرا؟
فکر کردم شما نمیذاری. واسه همین. واه. برای چی نباید بذارم دخترم بیاد به خونه خودش؟ مادر جان، آخه فعلا خونه نامزدشه. مردم چی میگن اون وقت؟ مردم برن به جهنم. این عروس این خونه نیست، دخترمونه. مگه نه؟ ماشاءالله. یه لحظه وایسین، یه لحظه. وایسین یه عکس بگیرم. ربیه، چقدر عکس میگیری؟ این همه راه اومده گشنه و تشنه، برو یه چیزی درست کن بیار. نه نه، شما وایسین، با دستای خودم یه چیزی درست میکنم. نه 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 نه، شما زحمت نکشید، من گشنم نیست. چیزی که من برات بپزم انقدر رنگ و بو داره که گشنت میشه. اگه یه بار بخوری دیگه همش مثل بابات به هم دستور میدی. پاشو بریم زبیده، پاشو بریم آشپزخونه. بریم مادر جان. آرد داریم؟ بله داریم. بیا عکس رو نشونت بدم. خیلی خوشگل افتادی. این دختر برای چی اومده؟ یعنی چی؟ اومده شما رو ببینه، خونه رو ببینه. ببین قیصر، راستشو بهم بگو. دارم راستشو میگم. پس برای چی اومده؟ رفته بودم عمو شفی رو ببینم، دیگه گیر داد، گفت منم با اتون میام، میخوام فامیل رو ببینم، خونه رو ببینم، ببینم چه خبره. منم گفتم نه، عمو هم گفت نه، زن عمو هم گفت نه. ولی مگه حرف گوش میده؟ اومد نشست تو ماشین. آهان، پس بگو به جون پسرم. مامان این چه حرفیه؟ برای یه موضوع بی خود قسم بخورم؟ اگه حرفم رو باور نمی کنین از خودش بپرسین برای چی اومده. قیصر، صورت غمگینش، لبخند مصنوعیش یه چیز دیگه میگه. چی میگه؟ منم همینو میپرسم دیگه. آره، به زور آوردمش اینجا، از این به بعدم همینجا زندگی میکنه. میدونی وقتی من اومدم اینجا هیچی نبود، همه چی خیلی ساده بود، فقط 3-4 تا اتاق کوچیک. بیشتر از آدمیزاد حیوونا اینجا بودن، شتر، گاو، بز، همشون تو همین حیات میچرخیدن. میدونی اگه قبلا میومدی حتی یه لحظه هم اینجا نمیموندی. ولی همه چی توی این 4-5 سال عوض شده. قیصر بعد از فوت باباش همه این چیزایی که بهت گفتم و فروخت، شتورا، گاو و گوسفندا، زمینا. بیا بیا حالا اینجا وایسا، یه عکس ازت بگیرم. خب خوبه. یه ذره برو اون وقته. قیصر دیزاینرهای خیلی خوبی آورد اینجا، ولی مادر جان همون مدل قدیمی رو دوست داشت. میدونی چیه؟ 1.5 کرور پول خرج این خونه شده. ولی میبینی؟ اصلا مشخص نیست. فقط همینه که بالا و پایینه و دوبلکس شده.
ولی خب میدونی هرچی خونه های جدید دارن اینجا هست. اینجا اتاق مادره. هممون به مامان قیصر میگیم مادر. اون ساده زندگی میکنه. از وقتی که بابای قیصر فوت کرده خیلی ساکت شده. نگاه کن منم چه حرفایی دارم به تو میزنم. بیا اینجا وایسا یه عکس ازت بگیرم. تو خیلی خوش عکسی. اینجا اتاق منه. میدونی مادر جان همه سر اینجا با هم دعوا میکنه. میگه خوبه دختر یه چوپانی و اینقدر ادا اطوار خارجی ها رو داری. آخه من تو اینترنت نگاه میکنم بعد به قیصر میگم برام بخردشون. باشه بیا بریم اتاق نامزدتو بهت نشون بدم. بیا. چقدر داشتم میگشتم بعد یادم اومد یه لباس نو هست که آنلاین سفارش داده بودمش. یه بارم اونو نپوشیدم. فقط همین که میبینمش ازش خوشم میاد. تو این خونه که نمیشه از این لباسا پوشید. شاید وقتی تو بیای یه سری چیزا عوض بشه. یعنی امیدوارم که بشه. من توی حمومم برات یه سری وسیله گذاشتم. واقعیتش نمیدونم چی استفاده میکنی. اگه چیز دیگه ای خواستی حتما به هم بگو. همه چی عالیه ولی... ولی چی؟ اتاقمو عوض کنی لطفا. چرا؟ اینجا احساس راحتی ندارم. حالا چطور راحتی؟ نه قضیه این نبود. پس چی؟ راستش جام که عوض میشه خوابم نمیبره. ببین هوری اینجا نمیتونی هر جا که بخوای باشی. مادر جان از بالا دستور داده که تو همین اتاق بیای. اینجا هم همونی میشه که مادر جان دستور میده. اگه چیز دیگه ای خواستی حتما به هم بگو. باشه من رفتم. ببینم اسمت چیه؟ بله؟ ازت پرسیدم که اسم شما چیه؟ جمال. جمال، رابیوف بریم. چرا؟ میگم رابیوف. آقا، من چی کار کردم؟ گفتم بیا بریم، وقتی که رسیدیم اونجا بهت میگم چه غلطی کردی. یه لحظه. اونی که تو الان میخوای بهش زنگ بزنی بابای همونیه که علیهت شکایت کرده. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.